اصلی تنین رضا شاه روحت شاد در شهرهای ایران و اقدام ننگین نمایندگان بیلیاقت مجلس بر ضد مردم به کیوسک خوش آمدید. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم. درود بر شما نیمروزتون به خیر باشه دعوت میکنم تا پایان این بخش خبری همراه کانال کیوسک باشید. روز 24 اسفند مصادف با زادروز روز رضاشاه پهلوی که او را معمار ایران نوین نام نهاده اند در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی با داغ کردن هشتگ رزاشاه روحت شاد سال روز تولد رزاشاه پهلوی بنیانگذار سلسله پهلوی در ایران را یادآوری کرده و گرامی داشتند. هشتگ رضا شاه روحت شاد به عنوان دومین ابر کلمات بعد از هشتگ نه جمهوری اسلامی داغترین های توییتر در چندین ساعت گذشته بوده است رضا مرد بزرگ رضا شاه کبیر رضا شاه بزرگ نیز از دیگر هشتگ هایی است که با اشاره به فعالیت های رضا شاه پهلوی در ایران بسیار مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است بسیاری از کاربران دو هشتگ نب جمهوری اسلامی و رضا شاه روحت شاد را به صورت همزمان استفاده کرده و به خدمات رضا شاه پهلوی در ایران اشاره کردند. نخستین بار در تظاهرات 1396 ایران در مشهد و در جوار مسجد گوهرشاد ادهی از معترضان فریاد رضا شاه روحت شاد سر دادند. این شعار به سرعت در دیگر شهرها از زبان مردم معترض شنیده شد. رضا شاه روحت شد بارها در قوم که پایتخت مرجعیت روحانیون شیعه است فریاد زده شده است روز یک شنبه کاربری به نام ناهید توکلی با اشاره به نقش رضا شاه پهلوی در توسعه و رشد و شکلگیری ایران نوین نوشته است آنهایی که برای هدایت و رهبریت بشریت ساخته شده اند، نشانی ناپیدا بر پیشانی دارند که میان آنها و دیگران فرق می‌گذارد. آن مرد بزرگ میز چنین بود هدفش ترقی ایران و ایرانیان بود و راهنمایش در این راه خیرخواهی و نیکوکاری 24 اسفند سال روز تولد رضاشاه کبیر بر عموم ملت ایران خجسته باد کاربری به نام پانتا رسولی با داغ کردن ابر کلمات رضاشاه روحت شاد نه به جمهوری اسلامی و ایران را پس میگیریم با انتشار عکسی از رضا شاه پهلوی نوشته است سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرند کاربری با نام نقاد بیرحم نوشته است 24 اسفند تولد مردی است که فقط دو بار در ایران با لباس غیر نظامی دیده شد یک بار برای ترویج کلاه پهلوی که یک کت سورمه‌ای و شلوار سفید بر تن داشت و بار دیگر هم هنگام رفتن به بندر عباس برای ترک وطن به سوی تبعیدگاه با بند بند وجودم می نویسم رضا شاه روحت شاد کاربران در شبکه های مجازی با انتشار عکس‌های های پهلوی در حین بازدید از شبکه راه آهن کشور دیدار با کمال آتاتورک اولین رئیس جمهور ترکیه یا حضور در کنار یک کارگر در فضای یک کارگاه زادروز او را تبریک گفته و ادای احترام کردند. کاربری به نام موری برند نوشته است هر جا که اوضاعش خیلی داغونه مردم میگن یه رضا شاه میخواد که درستش کنه تولدت مبارک پدر ایران. کاربران ایرانی که تولد رضا را تبریک گفتند هر یک با اشاره به پدر ایران نوین بودن او نوشتند که رضا موجب رشد و ترقی ایران بوده است عشق باز در توییتی نوشته است که رضا و پسرش یک سوء تفاهم در تاریخ ایران زمین بودند آنها ملتی را دویست سال به جلو پرتاب کردند که به 1400 سال پیش تعلق داشتند 24 اسفند زادروز رضا شاه کبیر بسیاری از کاربران نیز به میهن پرستی رضا شاه پهلوی اشاره کردند و نوشتند که او ویرانه ای تحویل گرفت و آبادانی به نام ایران تحویل داد و بسیار وطن پرست بود است. کاربر ایرانی به نام خدای ایرانی در توییتی نوشته راستش بعد از قاجار آدم شدم و یک حال اساسی بهتون دادم ولی خودتون نخواستید. برای همین منم دوباره خر شدم. برخی هم با دعوت از مردم در ایران برای شعار دادن در شب تولد رضا شاه پهلوی نوشتند که شب یکشنبه به یاد او نامش را فریاد خواهند زد کاربری به نام حمید مصدق نوشته است با فریادهای رضا شاه روحت شاد در 23 و 24 اسفند ماه ضمن بزرگداشت سال روز تولد پدر ایران نوین انزجار خود را از حکومت جنایتکار خامنه ای ابراز نماییم برخی از کاربران شبکه های مجازی هم با بیان اینکه روز تولد رضا شاه به عنوان روز پدر و روز مرد در ایران گرامی داشته شده است روز پدر را تبریک گفتند. ابر کلمات رضا شاه روحت شاد همچنان در کنار نب جمهوری اسلامی در شبکه های مجازی نوشته می شود و با اشاره به اقداماتی که رضا شاه پهلوی به عنوان سرسلسله خاندان پهلوی در ایران انجام داده است بازنشر می شود. رضا پهلوی متولد 24 اسفند 1256 که با نام رضا شاه و عنوان رسمی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه خطاب می از 1404 تا 1320 خورشیدی پادشاه ایران بود. او بنیانگذار سلطنت پهلوی در ایران است. پیش از آن و در محدوده سالهای 1300 تا 1304 وزیر جنگ و از 1302 تا 1304 نخست وزیر ایران بود. او در سال 1304 پس از انحلال سلسله قاجار در ایران به پادشاهی رسید. روز یک شنبه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت زادروز روز رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی پیامی منتشر کرد. در این پیام آمده است رزاشاه بزرگ سردودمان خاندان پهلوی در روز 24 اسفند 1256 شمسی در دهکده آلاشت مازندران به دنیا آمد. رضا مدت 16 سال پادشاه ایران بود و در این دوران بسیار کوتاه یک دگرگونی بنیادین در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی آموزشی و دادگستری به وجود آورد و سرانجام همو بود که زنان را از دشخانه به در آورد و به شرکت در میدانهای گوناگون زندگی اجتماعی توانا و تشویق کرد و به راه برابری با مردان کشاند شهبانو فرح پهلوی در ادامه پیام خود درباره رضا شاه نوشت همزمان ایران در حال فروپاشی را یک پارچه و از خطر تجزیه و هرج و مرج نجات داد پیام شهبانو فرح با این جمله به پایان رسید عشق به ایران و مردمان این خاک و بوم و اراده پولادینش برای آبادی و پیشرفت ایران جاودانی است. و اما اقدام ننگین نمایندگان بیلیاقت مجلس بر ضد مردم در جریان تصویب های شورای نگهبان بر لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سازمان صدا و سیما را موظف کردند بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اواخر دیماه ماه اعلام کرد این کمیسیون تصمیم گرفته که صدا و سیما را به عنوان ناظر محتوا در فضای مجازی انتخاب کند متن مسبب این قانون بیان می کند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا سازمان صدا و سیما است سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا ساترا یکی از نهادهای وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال 1398 با صدور بخشنامه ای هر گونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر را منوط به اخذ مجوز از سات را کرد بر اساس درخواست کمیسیون تلفیق بودجه سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش ایرانی اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری کند در بودجه سال 1400 مبلغ 2000 میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص داده شده که قرار است بر اساس جدول تعیین شده در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و غیره قرار گیرند. از زمان اعلام این بخش در بودجه 1400 منتقدان بسیاری از جناح‌های مختلف سیاسی ایران با اشاره به مبهم بودن این مصوبه اجرای آن را بسیار مشکل‌آفرین توصیف کردند. عنوان کردن تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای این سوال را ایجاد می‌کند که چه نوع آثاری از دید این قانون حرفه‌ای محسوب می‌شوند ساخت و انتشار محتوای تصویری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نمی‌توان مانند محصولات سینمایی و نمایشی با مواردی از قبیل پروانه نشر و نمایش محدود کرد حجم آثار تولید شده در این بخش عملا امکان نظارت قبل از ساخت و انتشار را از هر نهاد ناظری سلب می‌کند پس از انتشار محتوای تصویری ساخته و منتشر شده در داخل ایران بر طبق قوانین موجود رسیدگی به موارد خلاف قانون چه در صورت وجود شاکی خصوصی و چه در مواردی طبق ادعای مقامات جمهوری اسلامی خلاف عفت عمومی تشخیص داده شوند با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتاست. اوایل سال جاری معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در رابطه با کشف هجاب در فضای مجازی هم گفته بود به دلیل اینکه کشف هجاب زیر مجموعه ناهنجاری ها قرار میگیرد تخلف محسوب می شود. همچنین در ماه اخیر فعالان صنعت مد و لباس در فضای مجازی بارها به پلیس فتا فراخوانده شدند. دامنه این احزارها حتی فعالان حوزه گردشگری را نیز در بر گرفت و تعدادی از این افراد اعلام کردند که فتا با گرفتن رمز عبور صفحات مجازی گاهی تا چند روز کنترل آنها را در دست داشته است در مواردی نیز آنها مجبور به انتشار پیام عذرخواهی و یا اعلام براعت از بیگانگان شدهاند ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. در قسمت کامنت ها دیدگاه های شما رو خواهیم خوند. لطفا این ویدیو رو لایک کنید تا از ادامه فعالیت کیوس حمایت کرده باشید.